به قلم علی مشتهدزاده درباره طرح مجلس برای ساماندهی پیام های اجتماعی که در واقع بحث فیلترینگ و افزایش محدودیت در این حوزه را دنبال می کند مصاحبه با سایت قرن نو داشتم و توضیح دادم که این طرح علاوه بر همه ی مشکلات حقوقی متعددی که دارد حداقل با پنج اصل قانون اساسی یعنی اصول 9 28 60 75 و 156 مغایر است و در صورت تصویب باید توسط شورای نگهبان رد شود بخش های گزیده این مصاحبه را در ادامه می شنوید در اصل نه قانون اساسی می خوانیم که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزاده های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند این بخش از اصل نهم قانون اساسی کاملا سریح و روشن است و به نظر نمی رسد بتوان مستاقی آشکارتر از طرح مجلس برای نقص آن پیدا کرد. بحث اصل 28 قانون اساسی بر مسائل اقتصادی و مشاغل افراد متمرکز است و میگوید هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مساله عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. الان بر اساس آمارهای رسمی تعداد مشاغل تنها در پلتفرم اینستاگرام به حدود یک میلیون مورد رسیده و انصداد این پلتفرم و عدم جایگزین کردن آن به روشنترین شکل تهدید این موقعیت های شغلی است و هیچ کس در حاکمیت مطابق اصل 28 قانون اساسی نمیتواند بدون پیش بینی مربوط به جبران ضرر و زحمت این افراد زمینه این شغل ها را تضعیف کند اما ما اصل 60 قانون اساسی را هم داریم که میگوید اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور و وزراست اینکه در ماده نه طرح یاد شده مدیریت حوزه زیر ساخت به یک کارگروه با محوریت فرادستی ستاد کل نیروهای مسلح سپرده می شود کاملا در تناقض آشکار با اصل شست قانون اساسی است این حوزه مشخصاً مربوط به اقدامات اجرایی کشور و نتیجتا قوه مجری است و هیچ قانون پایین دستی نمیتواند باعث تغییر در این نسبت اجرایی شود حتی در قوانین عادی ناظر به وظایف و اختیارات ستاد کل نیروهای مسلح زمینه چنین انتقال مسئولیتی وجود ندارد در کنار همه اینها مسئله اصل 75 قانون اساسی هم بر بخش های از این تر مرتبط است. اصل 75 به طور خلاصه می گوید مصوبات مجلس نباید برای دولت بار مالی داشته باشد و اگر چنین باشد باید برای تأمین آن منابع متناسب هم پیش شده باشد. فقط در یک مورد از این تر مجموعی به نام کمیسیون عالی تنظیم مقررات با طیف وسیعی از وظایف و مسئولیت ها پیش بینی شده که به گواه اهل فن انجام آن مسئولیت ها نیازمند استخدام صدها نفر نیرو و تأسیس ساختارهای جدید است یعنی اساسا باید یک سازمان تازه در کشور تأسیس شود این در حالی است که مجلس مشخص نکرده محل تأمین مالی این کار چیست و چگونه میخواهد مقایرت آن با اصل 75 قانون اساسی را رفع کند. علاوه بر اینها، اصل 156 قانون اساسی هم به ترتیبی که توضیح خواهم داد در این طرح نقش شده. در ماده 28 این طرح هیئتی برای تجدید نظر در آرای بدوی شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یک صاحب نظر به انتخاب سازمان نظام سنفی کامپیوتری پیش بینی شده است در حالی که طبق بند یک اصل 156 قانون اساسی رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن از امور محول شده به دستگاه قضایی است و ورود افراد غیر که در این طرح شامل فردی به انتخاب نظام سنفی کامپیوتری است در آن غیر قانونی است مضافن اینکه باید یادآور شد که رسیدگی و صدور رأی در این موارد که منجر به سلب حقوقی قانونی اشخاص و گاهن مجازات نقدی و حبس می شود باید در قالب آین دادرسی و در محاکم قضایی انجام شود و بخش مورد اشاره این تر ناقض این موضوع هم هست به جز این موارد قانون اساسی طرح مجلس در زمینه سیاست های کلی اصل و چهار قانون اساسی هم ایرادات مبنایی دارد. خصوصا اینکه نقش بخش خصوصی در این طرح بسیار تقلیل یافته و در جاهایی نظیر حوزه زیر ساخت کاملا حذف شده است. محمد علی ابتهی در پاسخ به این پرسش که مهمترین چالش دولت سیزدهم در صد روز اول چه خواهد بود اظهار کرد. من فکر می سیاست خارجی و مشکلاتی که در این حوزه داریم مثل تحریم ها اولین و مهمترین معضل دولت رئیسی است طبیعتا ادامه مذاکرات خیلی سخت و دشوارتر از دوران دو دولت تدبیر و امید خواهد بود وی ادامه داد از طرفی هواداران رئیسی به مذاکرات نقد دارند و از طرفی سختگیری های بیشتری برای دولت او از طرف خارجی ها می شود همچنین باید گفت دولت برای پیشبرد اهدافش به مذاکرات حوزه بین المللی نیاز دارد. این موضوع پاشنه آشیل دولت بعدی خواهد بود. این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت از این جهت مذاکرات برای سیاست داخلی مهم است که نیروهای داخلی به کار نیاز دارند. تولیدات داخلی نیازمند سرمایه هستند. بسیاری از سرمایه های کشور بلوکه شدند پس اولین قدم باید رفع این مشکلات زنجیری باشد. به همه کارشناسان مسائل اقتصادی و سیاسی میدانند که باید تحریم ها کم شود این پیچیدگی خاص خود را دارد ابتایی همچنین گفت چالش دوم دولت آتی بحث کرونا است به دلیل موجهای متعددی که این بیماری در کشور ما به راه انداخته حالا این موزل خواست همه مردم است همین امروز همه میدانند که بلبشویی که در واکسن زدن افتاده منجر به ناراحتی مردم شده است وی افزود همه این مسائل بحث های جدی است که به تدبیر و دانش نیاز دارد من این دو چالش را اصلی ترین موضوعات می دانم و معتقد هستم اگر دولتی موفق به حل این مشکلات باشد بقیه امور و مسائل جاری را برطرف می کند. ابتهی در پایان در پاسخ به این پرسش که نقش کابینه دولت سیزدهم در سامان دادن به این چالش چه خواهد بود گفت من کابینه فوق ای را پیش بینی نمی کنم حدس می کابینه کاملا از درون جبهه اصولگرایی و مجموعه حامیان آنان انتخاب می شود. شاید نقطه مشترک همه اعضای کابینه این باشد که تازه نفس هستند در کل خیلی به این کابینه بدبین نیستم در سالهای اول می توانند شرایط را مدیریت کنند اما باید بدانند بحران خود را بعد از یک سال نشان خواهد داد سپاس از اینکه کانال زندگی ایدئال را انتخاب کردین فراموش نکنید که کانال را سابسکرایب کنید و با لایک و اشتراک ویدیوها از ما حمایت کنید پیروز باشید و تندرست